خبر فوق العاده مهم که همکنون به دسترس ما رسید، طالبان در قندهار یک نظامی پیشین را در جریان تلاشی خانه به خانه کشته اند. آغاز درگیری های شدید همکنون در ولایت بدخشان. سلام دور بینندگان عزیز را که همکنون کانال ما را دنبال می نمایند. مشروع خبرها: طالبان در قندهار یک نظامی پیشین را در جریان تلاشی خانه به خانه کشتند. سوبیکم سنبالا 1401 8 صبح کابل. منابع محلی در ولایت قندهار میگویند که طالبان یک عضو پیشین نیروهای امنیتی را در جریان تلاشی خانه‌اش در این ولایت برک بار بستند. بر اساس معلومات منابع حمید الله کارمند فرماندهی امنیت در زمان حکومت پیشین، عصر پنجشنبه 31 سنبالا در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر قندهار کشته شد. با گفته منابع در جریانی که طالبان خانه او را تلاشی میکردند، جنجال به میان آمد و سپس جنگجویان طالبان او را به گلوله بستند. منابع میافزایند که حمید الله پس از شلیک گلوله توسط طالبان جان باخت. بیشتر از این در جریان تلاشی خانه به خانه، محمود علیزی یکی از فرماندهان در حکومت پیشین انفجاری صورت گرفت که یکی از اعضای خانوادهش کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همچنان این در حالی است که افضل امیری در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: این خبر خوش را از بدخشان دریافت نمودم و بدون ویرایش خدمتتان نشر کردم. مورخ 31 سنبالا: جنگ میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان مربوط قاری عبدالرحمن قماندان لوای اول عمر ثالث فرقه عمر ثالث بدخشان در منطقه پلنگ دره یفتل ناحیه 8 شهر فیض‌آباد بدخشان. در این جنگ 8 تن از نیروهای قاری عبدالرحمن و مولوی صفی الله قماندان امنیه بغلان که از همین منطقه است کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای مقاومت یک زخم سطحی دارند. دیگر به نیروهای مقاومت کدام آسیبی نرسیده. جنگ تا فعلا ادامه دارد. طالبان در حال لشکرکشی هستند و به کمبود نیرو مواجه شدند. نیروهای مقاومت از روحیه بالا برخوردارند. سمرقندی: این در حالی است که کانال خبری دیلی پرس می نویسد چراغ سبز قاری فتیح‌الدین و احمد مسعود. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود.